بریم سراغ نوار وظیفه یا همون تسک بارمون و میخوایم در رابطه با نوار وظیفه بیشتر صحبت کنیم. نوار وظیفه که دارید مشاهده میکنید در این قسمت قرار گرفته، یک سری تنظیماتی داره که میخوایم ما الان تنظیمات رو روش پیاده سازی کنیم. با راست کلیک کردن روی نوار وظیفه این قسمت برامون باز میشه که میتونیم بیایم و امکاناتی رو به نوار وظیفه‌مون اضافه یا کم کنیم. در قسمت تول بارز مثلا ما میتونیم بیایم و آدرس رو فعال کنیم. با فعال کردن آدرس ما میتونیم آدرس فایل ها رو بدیم و اون برامون جستجو کنه. برای مثال من میام یک مقدار ابعاد رو کوچیک‌تر میکنم. در این قسمت که کلیک کنیم آدرس این فایل نشون داده میشه به این صورت که در درایو دی هست و در گوشه سی آی سی دیه. حالا من این قسمت رو میام کپی میکنم، میام در قسمت آدرس قرار میدم و اینتر میزنم. همونطور که میبینید اون فایل رو برامون باز میکنه. من فایل رو کلا میبندم، اینتر میزنم و اون فایل رو برامون باز میکنه. پس با داشتن آدرس فایلی ما میتونیم اون فایل رو به این صورت باز کنیم. یه قسمت دیگه ای داریم به نام سرچ که ما اونو هیدنش کردیم. میتونیم اونو نشون بدیم به صورت یک آیکون. همونطور که میبینید یک آیکون با نام سرچ باز شد که ما میتونیم اینجا بیاییم و سرچ کنیم هر چیزی که نیاز داریم. برای مثال من میام پینت رو سرچ میکنم، پیو بزنم، نرم افزار اول پینت هست که در رابطه با پینت هم میخواییم صحبت کنیم. پس میتونیم ابزارها رو سرچ کنیم، فایل ها رو سرچ کنیم، ازش استفاده کنیم. یا اینکه میتونیم سرچ باکس رو فعال کنیم که یک باکسی ایجاد میشه که میتونیم اینجا مواردی که نیاز داریم رو سرچ کنیم. پس این هم مربوط به سرچ بود. قسمت بعدی تسک ویو هست که در قسمت پایین برای ما تسک ویو رو نشون میده. قسمت تسک ویو کاربرد جالبی داره و ما میتونیم بیایم دسکتاپ های مختلفی رو برای خودمون ایجاد کنیم. مثلا داخل یک دسکتاپ بیایم یک سری فایل رو باز کنیم، داخل میز کار بعدی یک سری فایل و پوشه دیگر رو باز کنیم و یک نظمی رو به کارمون ارائه کنیم. من میام این قسمت تسک ویو رو انتخاب میکنم که برامون فعال شد. تمام فایل ها و ابزارهایی که برامون باز هست و داخل این میز کار قرار داره به این صورت نشون داده میشه. ما میتونیم یک میز کار دیگر رو به این صورت باز کنیم و من در این قسمت نیو دسکتاپ رو انتخاب میکنم. یک دسکتاپ جدید که با شماره 2 مشخص کرده برامون باز میشه. همونطور که میبینید هیچ چیزی در این قسمت وجود نداره. مثلا من سطل بازیافت رو باز میکنم، این قسمت رو انتخاب کنم، داخل این دسکتاپ سطل بازیافت بازه، در این قسمت یک پوشه دیگه بازه که ما اگه خواستیم نظمی به کارمون ارائه کنیم میتونیم این کار انجام بدیم تا یک ترتیب و نظمی داخل فایل ها و پوشه ها برقرار باشه. مثلا زمانی که ما تعداد زیادی فایل رو داریم باش کار میکنیم میتونیم از این روش استفاده کنیم. اگه نخواستیم به راحتی روی اون دسکتاپ میایم و این قسمت رو پاک میکنیم تا همون دسکتاپ اولیه به این صورت برقرار باشه. پس این هم در رابطه با تسک ویو هست که فعالش کردیم. در قسمت بعدی از آموزش میریم سراغ مابقی تنظیمات و با این تنظیمات بیشتر آشنا میشیم.